سلام و درود به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان. از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. بسیاری از شما عزیزان با خبر شده اید که برادر نازنین من از این جهان رفت، هوشنگ چالنگی. گفتن از برادر، از سوگ برادر، در سوگ برادر کار سختی است. از شاعری والا گفتن، شاعری با جایگاهی بلند کاری سخت. از انسانی زلال گفتن، پاک و بی‌آلایش سخت. اینها و بیش از اینها همه در هوشنگ عزیز ما بود. در اینجا صبحگاهانه که من برنامه رو ضبط میکنم. پشت سر من تاریک بود، منتظر برآمدن خورشید شدیم تا بیرون، باغ بیرون معلوم باشه. برای گفتن درباره هوشنگ منتظر برآمدن خورشید شدیم، برآمدن آفتاب، تا درختان دیده بشن، درختانی که هوشنگ بسیار دوست می‌داشت. بسیار گفتند و خواهند گفت بی تردید درباره جایگاه او در شعر معاصر ایران، به ویژه نسل جوان پس از انقلاب. بسیار گفتند، اما من بر اونم که درباره نکاتی که کمتر گفته شده بگویم، درباره هوشنگ کمتر دیده شده. نکات بسیار داشته و گفتنی های بسیار. قبل از هر چیز به نمایندگی از فرزندان نازنین او، چهار فرزند او، همسر گرامی او و خواهر عزیزم و همه خانواده، سپاسگزار همه شما عزیزان هستیم که در رسانه های اینترنتی مستقیم و غیر مستقیم هم درد و همراه بودید در این چند روز. سپاس بسیار از شما. اما نکته قابل تأمل برای من همین که عزیزان بسیار داشت، فرزندان و برادران، خواهران بسیار، نسل جوان، جایگاه شعر او جایگاه ویژه‌ای است. گفتم، گفتند درباره او. از گفتنی ها این که عزیزان همراه او که اونها نیز چون هوشنگ عزیز من بوده و هستند، هر کجا که هستند در ایران تندرست باشند. هوشنگ از زمان کودکی دوست نازنین و از نزدیکان فامیل نیز بهرام داوری عزیز با هم بزرگ شدند، طراح و قصه نویس عزیز ما. کمی بعدتر بیژن بحری عزیز و منوچهر شفیانی گرامی، چهار دوست بسیار نزدیک. نکته مشترک در هر چهار طنز، نگاه طنزآلود اونها بود به جهان و هستی با همه سختی هایی که بود. از هوشنگ من بسیار آموختم، همچنان که از برادر بزرگمون، معلم نخست من و هوشنگ، منوچهر گرامی، بسیار آموخته. گفتنی هایی که کمتر گفته شده. روزی هوشنگ از اهواز که باز میگشت، صفحات 33 دوری آورد موسیقی کلاسیک. کلاس دوم دبیرستان من بودم. به زحمت گرامی، گرامافونی و بعد
گوش دادن ساعتها، همراه با بیژن، همراه با منوچهر شفیعیان و بهرام پچایکوفسکی، مالر و بقیه. همونطور که در کنار او اساطیر یونان رو شناختن، دوست داشت، بسیار دوست داشت، استویکای یونان و بعدها روم رو بسیار دوست داشت، طبیعتی نزدیک به اونها داشت. مارکوس اورلیوس رو بسیار دوست داشت، رواج دهنده این فلسفه و این نگاه همراهی با طبیعت. اساطیر هند رو و بعدها سفر او به هند. شوخ طبعی او دلنشین بود، ساده گرفتن ساده می گرفت و سختی ها رو در درون انبار می کرد. غمخوار دیگران بود بسیار. گفتنی ها بسیار خواهم گفت و یک نکته بسیار قابل تأمل این که در کنار دفترهای شعر او که انتشارات افراز و سالی منتشر کردن و شعرهای پراکنده او، کار ارجمند او، پژوهش او که به توصیه روانشاد فریدون رهنما انجام داد درباره مسجد سلیمان و اندیکا، دست خطهای اون بخش بزرگیش پیش من هست، در آرشیو رادیو تلویزیون ملی ایران بود. کاری بسیار ارزشمند که تا به حال متاسفانه منتشر نشده، چه بر سر اون اومده نمیدونم. درباره روستاهای اطراف مسجد سلیمان و خود مسجد سلیمان و نگاه او به هر آنچه که هست، در حدود 500 تا 600 صفحه تایپ شده. گفتم گفتن از هوشنگ در برابر دوربین برای من سخت. همدلی شما پشتوانی من بوده و بودن من امروز با شما. میهمان عزیزی داریم، شاعر همشهری ما آریا آریاپور، سالها مهاجرت کرده به پاریس، اشعار بسیار داره. دل چه پیر شود چه بمیرد، دل اندوه بی پایان خوبان و کتابهای دیگر. شعر هوشنگ رو از کسانی است، از عزیزانی است که میشناسه و همراه او بوده، سالهای ایرانی که بود، مانند بسیاری از عزیزان. من همینجا به عزیزان دیگر در ایران تسلیت میگم، هرمز علیپور، بهرام و بیژن که به جای خود همراه با هرمز عزیز و بسیاری از جوانان نازنینی که شعر او رو دوست دارن، که میدونم سوگوار هستن. آریا آریاپور با ما خواهد بود پس از شنیدن شعری از هوشنگ عزیز. اکنون دیگر بیرقی برآبم، چشم میبندم و با گردنم رشهایم را هنجار میکنم. آیا روح به علف رسیده است؟ پس برگردم و ببینم که میان گوشهای بال ایستادم تا این ماهی به غلطت و پلکهای من ذوب شوند. آه میدانم فرو رفتن یالهای من در سنگ بدندگان را دیوانه خواهد کرد و از ریشه این یالهای تاریک روز دوست فرو میآید و تسلیت دوست را میپذیرد. اگر چشم بربندم و چشم کنم ستاره ای را که اندوهگینم می‌کند. آقای حمید کریمپور با نام آریا آریاپور، خوش آمدید در پاریس.
مرسی آقای چلنگی. من با اولا مرگ هوشنگ به شما و به خانوادتون و به خانواده خودش و به جامعه ادبی ایران تسلیت میگم. هوشنگ یکی از بزرگترین و ماندگارترین شاعران معاصر ایران، ولی من اول با یک رباعی از خود هوشنگ و دوباره با یک شعر کوتاه از خود هوشنگ شروع میکنم. رباعی اینه، اینو هوشنگ در سن 22 سالگی گفته: مرگ آمد و رخان مرا بردمید و رفت، با آهای صبحدمم آرمید و رفت. می گفتم آن ستاره به بالش شرر زند، اما کمان شعله او را خمید و رفت. الان یه شعر نیمایی ازش میکنم: سیاه از قسمهای تو هم ای نخواه بریده، تاریکترین قسمم تبسمیست که مرا در آغوش دارد و گوش به سخن دشمن میدهد. بس بیاویزید نیازهاتان را به پرهای خوابم، چنین بی انحراف میچرخم با ستارهی که به کولم سنجاق شده است. اگرچه گفتن از هوشنگ دشوار، ولی من مختصر مفید اینجا چیزایی نوشتم، از ترس این که مبادا برنامه وقتش کم باشه مختصر مفید یه چیزایی نوشتم که براتون بخونم. چالنگی یکی از ماندگارترین شاعران معاصر فارسیه و شعرش از متعادلترین و بهترین نمونه‌های شعر مدرنه. خواننده آگاه با خوندن شعرش متوجه میشی که با شعاری اندیشمند روبروه، شعاری که نگاهش به جان یه نگاه حکیمانه است. در حقیقت به واقع به پیری دانا و بینا میمونه که جهان و زیربمهای جهان را تجربه کرده و در شعر نشونده. برخی از شاعران شعر میسازن، برخیشان شعر میسرایند. آنان که شعر میسازن کاری شبیه کار بنایان انجام میدن و ما را به کارشان کاری نیست، اما آنان که شعر می سرایند یک سره به عالم کشف شهود در رابطن، زیرا که شعر و اصولا هنر یک سره الهام است و شعر چالنگی میوه کشف شهود شاعران است. شعرش موجز است و در این حال از لحن دردآلود تراژیک یا اندوگین دارد و از سوی دیگر پیامبرگونه است. و تا یادم نرفته همینجا بگویم که شعر خوب دو صفت عالی دارد: یکی اینکه شور دارد و دیگر اینکه سوز دارد، و شعر چالنگی از هر دو برخوردار است، به شکلی بسیار عالی هم برخوردار است. من چند پاره از چند شعر مختلفش اینجا میخونم تا دلیلی بر آنچه میگویم و گفتم داشته باشم. چند پاره از چند شعر مختلفش، البته اگر وسط ماجرا گریم نگیره. آیا آنجا که میستی حکایت جانهایی است که در انتظار نوبت خیشند تا گر بگیرند؟ این اولی. دومی، چگونه از باد و باران می آمد و بر گرمی اجاق جای می گشاد دستی که ترکه های به ناحق خورده بود؟ سومی، خواب از نژادی دشمن است که تا دیده بر همین هم عریان‌ترین خنجر را بر گلوی دوست می‌بینم. به ادامه بدم بچه‌ها؟ برای صداتون میاد. من اینجا این نکته رو بگم، این خط آخری که خوندی، هوشنگ دوستی عمیقی من اشاره کردم با منوچهر شفیعیانی نازنین. منوچهر شفیعیانی نازنین قصه نویسی که اولین کسی است که قصه نویسی درباره روستاهای ایران رو زمانی که سپاه دانش بودن، هوشنگ، منوچهر، بیژن بحری و هوشنگ آزادیور عزیز، همکار بعدی من و برادر دیگه من، فیلمساز و مترجم و استاد دانشگاه، این هر چهار نفر با هم سپاهی بودن و
چه شوخ طبعی های، چه روزهای زیبایی من دیدم. منوچهر بسیار شوخ طبع بود و در گذشت ناگهانی منوچهر بسیار اثر گذاشت روی هوشنگ، بسیار اثر گذاشت. من یادم نمیره پیکر منوچهر رو که از ایستگاه راهن تهران بدرقه کردیم که برادر بزرگتر ما بود، منوچهر برادر بزرگتر از هوشنگم با ما بود و منوچهر شفیانی در تابوت، ایرج و پدرشون همه بودن در ایستگاه راهن. هوشنگ کم قدم عقب ایستاد و بعد قطار که به سوی خوزستان اهواز حرکت کرد همراه با برادر و پدر شفیانی، هوشنگ رو برگشتیم ندیده. پس از اون بود که دگرگونی هوشنگ و این شعر در اون زمان گفته شد و بعد از این سفر هند پیش میاد و این نقطه عطفی بود در زندگیش. من اینجا حمید عزیز آریاپور گرامی، من مایلم یه نقطه رو اشاره کنم، چون بسیاری اشاره کردن دیدم که هوشنگ چالنگ، اولا متنایی بسیار زیبایی دیدم، متنایی قابل تأملی دیدم، چه از شاعران همشهری یارعلی فورمقدم عزیز، نمایش نام نویس عزیز، یاداوری اون میخانه مادام در پشت بوش که چه زیبا بود، چه نازنین بود، چه گوشه‌ای بود. همیشه میگفت با میخانه که ادگار آلن پو میرفت مقایسه میکرد، میگفت یاداور اونهاست. و چه کسان دیگه، آقای علی میرفردوس و بسیاری از عزیزان بسیار نوشتن. اما هوشنگ کارشو با خوشه شروع نکرد که با شاملوی عزیز و گرامی که بسیار هر دو هم دیگه هم دوست داشتن، از همون کودکی شعر میکن، از همون واقعا دبستان شاید، چون از زمانی که من خودم رو شناختم هوشنگ شعر میکن. حتی در همون دعواهای کودکی با برادر بزرگترمون میگفت مثلا من شعر میگم، تو شعر نمیگی، تو داستان مینویسی، و ما هرچه داشتیم از منوچهر یاد گرفته بود پای رو. و از زمان توفیق شعرهای طنزی میگفت با اسم مستعاری که داشت، شعرهای طنزی میگفت مثل دو بیتی های هر که آمد امارتی، نو ساخت پولان را ز جیب ما پرداخت، از این شعرها میگفت و به شکلهای دیگه. میشنویم همین جان، منتظر صحبت بستیم و من خاطرات دیگه هست میگم. اتفاقا من به همین موضوعی که چالنگی با غزل رباعی و دو بیتی و شعر کلاسیک شروع کرده بعد به شعر نو رسید و شعر بیوز رسید، به این موضوع اشاره کردم که چالنگی شاعر مادرزاد بود. به قول سعدی، سعدی یه بیتی داره من هر وقت میخونم به شاعر چالنگی میفتم، میگه مثل دومش یادمه، میگه با خود آوردم، نه اومد یادم، پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از آنجا، نه به خود بربستم. چالنگی این شعر با خودش به این جهان آورده بود، یعنی شاعر به دنیا اومده بود. چالنگی نگاهشم میکردی، رفتار معمولی روزمرهشم نگاه میکردی، شعر بود. اینا رو نه من به خاطر که همشهریشم میگم، نه، چالنگی رو من از 15 سالگی شعرش میخوندم. یادم توی تهران اومدم خونه خودت قبل از اینکه بیام پاریس سال 62، اومدم خونه خودت تو تجیش، گفتم آقای چالنگی شما شعرهای هوشنگ رو به من میدین، من پاگنیز کنم اینجا، من شعرهای هوشنگ خیلی دوست دارم، همین زنگوله تنبل که الان در اومده شما به من دادین، من توی دفتر 60 برگی از روش نوشتم، به من گفتی به هیچ کس نده، من این دفتر رو با خودم برداشتم و بردم پاریس. یعنی این قمع شیفته شعر چالنگی بیا از 15-16 سالگی. و یه چیزی در مورد چالنگی باید بگم که اینو میخواستم بعدا بگم، میخوام هم الان بگمش. شعر چالنگی شعریه که هر وقت میخونی تازه است برم. بذار یه مثالی بزنم از شعر کلاسیک فارسی روشنتر میشه. داستان رستم و اسفندیار، یه اون داستان که 2000 بیت، من نصفش هم بیشترش بلد بودم تو جوانی. سه بیت، گفتگوی رستم به وقتی اسفندیار از خر شیطون پیاده نمیشه، فردوسی رستم سه بیت میگه، سه بیت فردوسی تو دهن رستم میذاره، میگه مکن شهریارا جوانی مکن، چون این بربلا کامرانی مکن، مکن شهریارا دل ما نجند، میاور به جان خود من گزند، ز یزدان و از روی من شرم دار، میاور بر خویشتن زینهار. من اینو هزار بار خوندم
هر وقت میخونم تازه است برام. شعر چالنگی همین حال برام داره. تو 15 سالگی میخوندم نو بود، الانم 66 سالمه هنوز میخونم یه چیز ازش یاد میگیرم. هر دفعه که میخونم یه جهان تازه تو شعرش کشف میکنم، یه چیزی تازه توش میبینم. این جهان تازه که میگی، این جهان تازه که میگی، خب بسیار گفته شده که نسل بعدی، نسل ما نه کمی بعدتر، خیلی تحت تاثیر شعر هوشنگ بود. ببینیم منوچهر آتشی عزیز که قدر و منزلتش بسیار روشنه برای اهل شعر، حرفی به من زد راجب شعر هوشنگ صحبت میکرد زمانی که آخرین بار که اینجا آمریکا هم دیگه دیدیم در لس آنجلس. قبلا خب بسیار صحبت میکردیم قبل از انقلاب با هم در تماشا بود. حرفی زد قابل تأمل که شعر هوشنگ مثل نگاه یک نوزاد هست به جهان، یعنی تازه داره کشف میشه، یعنی نه اینکه تازه کشف میشه، سلامت نگاهی درش هست که همش جهان رو اونطور که دیده نمیشه کشف میکنه و میبینه و اینو گزارش میکنه و میگه، یعنی یک کشف تازه جهان درش هست. این همون چیزی بود که بعدا من رسیدم به سراغ این کلمه رو یا این رهنمود و هرچه اسمشو بذاریم، دلبستگی های هوشنگ به برخی از به اصطلاح فلاسفه یونان و همینطور هند. نمیخوام وارد این مقولات بشم چون بسیار پیچیده و طولانی است، اما این رو این جهان تازه رو که شما همین جان اشاره میکنید چه هست در شعر و چه تأثیری روی نسل بعدی گذاشت این نگار؟ شما، من میخوام به همین موضوع اشاره کنم. آتشی جان اونو به شما گفته، یه چیزی به من گفت، چون من آتشی میدونی توی دفتر خودتم بودی تو تلویزیون، آتشی به من گفت شعر چالنگی مثل ورد میمونه و خواننده رو به صورت تحت تأثیر قرار میده. و میدونی ورد یه چیزی که ما میخوایم از طریق ورد با جهان پر رمز و راز ارتباط پیدا کنیم، یا با یکی از جهان، با یکی از جنبه های این جهان ارتباط پیدا کنیم. شعر چالنگی همین حالو داره. من از الان 50 سال شعر چالنگی دارم میخونم دیگه، میگم هر بار که میخونم یه چیزی تازه توش پیدا میکنم. در عین سادگی پیچیده است، یعنی اگه کسی شعر آگاهی از شعر نداشته باشه یه جایی شعر چالنگی رو نمیفهمه، ولی کسی که آگاهی داشته باشه، سواد داشته باشه، خونده باشه، سریع شعر چالنگی رو میفهمه و عمقش رو در میابه. شعرش موجزه، عمیقه و صفات خیلی زیادی داره. من اینجا نوشتم از بر نیستم، باید اینجا براتون بخونم. این خصوصیات شعر چالنگی، میگم 50 سال دنبال یه نفر دویدن شکلی نداره. من الان بیتای فردوسی رو خوندم، میگم اینا همون حال به من میدن که شعر چالنگی میده، یه همون انقلابی در من پدید میارن که شعر چالنگی. اینجا چند تیکش نوشتم، انقلابی پدید میارن که همون شعر. ببین، پذیرفتم کلاه از کو برگیرم و فوران قول را تماشا کنم. دیگه از این بهتر چی میشه گفت؟ پذیرفتم کلاه از کو برگیرم و فوران قول را تماشا کنم. یا یکی دیگه، وقتی که دیوانه میشم و گندم را میگویم بعد از من گام بردارد. اینا من میگم، اینا را همیشه شعرهای کلاسیک فارسی خونده بودم، یا شعرهای چالنگی میفتادم، میگیم همون تأثیر رو من داره. ببین، میخواهم کلاه از ابرها برگیرم و کج بنشینم به تقلید درختان، چون ابرها به پشتم بنشینند هیچ گذرنده ای چون من نیست. این یه فضای خاصیه، یه چیزیه که با خودت میبره. در این حال که میفهمی نمیفهمی، در این حال که درک میکنی درک نمیکنی، و نگاه میکنی به یه چیز غریبی، همون حرف آتشی یادم میاد، میگفت مثل ورد میمونه، میفهمیش و نمیفهمیش، درکش میکنی درکش میکنی، هر دفعه هم که بخونیش یه چیز تازه توش میبینی. اینجوری نیست که بخونی بگذری، اینجوری است که بخونی. همین همین نکته رو که میگی، همین کلمه من شد آتشی عزیز رو که باز میکنم، این بود دقیقا اون کلمه که مثلا اون شگفتی که کودک نوزاد یا کودک از کشف جهان به دست میاره، یا اون شگفتی که بهش دست میده رو، این رو میبینی در شعر هوشنگ. یعنی برای خواننده یک شگفتی کشف تازه است،
که جهان رو دوباره کشف میکنه. توضیح دادی، اشاره کردی. جانم میگم برای خود من همین حال داشته، داشت و داره. میگم من اون بعد اینم اون دارم نگاه میکنم، من میخونم. خب بگو. حالا بگیش میگم راجب تاثیر یا تاثیر میشه گفت، من نمیدونم چه عنوانی بهش بدیم. به هر حال حرکتی در شعر انجام میشه، خیلی سعی شده تقسیم بندی بشه که مثلا شعر جنوب، شعر شمال، شعر حجم، شعر دیگر، که البته شعر دیگر من در جریان جزئیاتش بودم، چطور هوشنگ و بیشتر ویژن الهی به دنبال بود که جمع آوری کنن و منتشر کنن، اتفاقا زمانی که هوشنگ تمایل به انتشار اشعارش دیگه نداشت، حتی در سفر هند بسیاری از اشعارش رو دور ریخت، که من و بهرام داوری وقتی به خونه برگشتیم اونجا دیدیم دور ریخته هاست، پیدا کردیم دستخطایی که هست. چه حرکتی رو باعث شد؟ چون اشاره کردی یعنی در شعر بچه های نازنین همشهری من و شما در مسجد سلیمان، یعنی این رو از تو میشنویم. چشم. ببینید آقا چلنگی، در مسجد سلیمان هیچ شعاری، هیچ اهل ادبی، چه نویسنده، چه شعار، چه اهل تئاتر، چه اهل نقاشی، سینما، هر کی بوده، هر کی بوده با نگاه چالنگی با عالم مدرن آشنا شده. تمام شعرهای مسیمون، علی مقیمی، مجید فروتن، روانشاد سیروس رادمنش، روانشاد مرید میرقاد، هرمز علیپور، سید علی صالحی، هر چی شعر تو مسیمون بوده، هر کی اهل قلم بوده، یه جوری از طریق چالنگی با عالم مدرن و با عالم شعر و ادبیات اینا آشنا شده. یعنی چالنگی یه دریچه‌ای بود که ما از طریقش با عالم شعر، من خودم اولین بار که شعر چالنگی رو خوندم با شعر نو اصلا آشنا شدم، گفتم اگه شعر همینه، همینی که چالنگی میگه. تمام بچه های مدرسه سیمان بدون استثنا هم شیفته شعر چالنگی بودن، هم خود چالنگی رو دوست داشتن، چون چالنگی خودش یه آدمی بود مثل بچه‌ها، یه لطافت بچگونه داشت، یه حالت صفای بچه گونه رو داشت، انسان خیلی شریفی بود. تمام بچه های مسلمون، اینو بگم تمام کنم، تمام بچه های مسلمون و حتی بچه های خوزستان، بچه های اهواز، آبادان، دسفور، شوشتر، اینا من غیر مستقیم زیر تاثیر چالنگی بود، بعضی هاشون میخوندن و میگفت آه این شعره، اگه شعره اینه، چون چالنگی هم میشتاختن از زمان غزل تا زمان شعرهای نوش، تاثیرش هم میشتاختن. من اینو بگم برای عزیزانی که علاقمند هستن، گفتم هوشنگ دو بیتی و رباعی زیاد گفت در نشریه توفیق با اسم مستعاری که چاپ می‌کردم و نشریات دیگری که اون زمان بود، مجله ترقی بود قبل از سردبیری منوچهر شفیعیانی عزیز که بعدها که به تهران رفت، و مجلات دیگه اون زمان. یک نکته ای رو بگم، قصه های چندی نمیتونم بگم زیاد نوشتن، یکیش کدی بود، کدی کسایی که گلف بازی میکنن، اینایی که بساط گلف باز رو هم میکنن کدی بود، و در بیبیان مسجد سلیمان باشگاه گلف بود، راجبه یکی از بچه های به اصطلاح هم کننده اسباب و ابزار به اصطلاح گلف بازان نوشته بود. به هر حال قصه های زیادی داشت، نسبتا زیاد، نه به اندازه ایشه. این رو هم بگم حمید عزیز، که هوشنگ دوستانش گاهی ازش خواهش میکردن شعری برای اونها بگه، و یکی از همکلاسی های نازنینش که حالا من اسم نمیبرم با من تماس گرفت که ضمن تسلیت خاطره ای رو برای من گفت که اون همکلاسی و دوست نزدیکش که مثل باز هم ما نمره یک، همه مثل یک فامیل بودن، یک خانواده بودن، بچه های نمره یک همه، که گفتش که من شهر ما مسجد سلیمان مردمان ارجمند ارمنی بسیار بود، شاید بشه گفت بعد از بعد از اصفهان دومین شهری بود که یک محله ارمنی نشین کامل داشت، نمره 40 مدرسه، دبیرستان. البته در هم کلاسی های ارمنی من بسیار داشتم، هنوزم یکی از اونها دوست نزدیک من هست، مارتین هست. و به هر حال
عاشق یکی از همشهری های ارمنی ما شد. میگفت کلاس سوم دبیرستان بودم، عشقهایی که در اون زمان به وجود میاد. میگه از هوشنگ خواهش کردم که یک شعر بگو از زبان من که به این دختر نازنین من بگم، دوستش دارم. هوشنگ گفت اون کارا چیه؟ خب حرف خودتو بزن. این حرفاییست که این دوست هوشنگ با عشق به من داره میگه. میگه من گفتم خب من یه دوست شاعر دارم، به چه دردم میخوره اگه یه شعر برای من نگی؟ پس این چه دوستیه؟ هوشنگ دلش برای من سوخت و یه شعری گفت. اسم اون دختر نازنین رومینا بود. گفت رومینا دختر یک ارمنی بود، لپاش سرخ و لباش بوسیدنی بود، لپاش سرخ و لباش بوسیدنی بود، خدا هر دوتامونو دوست می داشت، ولی بین پیغمبرامون دشمنی بود. به این شکل این رو گفت. یعنی حرف من اینه که هوشنگ چی میگن درباره شعرا، ذهنیت شعر بود از همون نوجوانی که این شعر یا این دو بیتی یا هر عنوانی بهش بدیم به همین روانی که همین موضوع امروزه است، یه جورایی انگار به همین روانی این در سن مثلا 14-15 سالگی برای دوستشو در حال رفتن مدرسه شعری میشنوی. موافق هستی از خود هوشنگ حضورش همچنان از خود هست با هم میشنوی؟ گاف ها با تو رسیدم و چه کوچک بودم به نگاهت، ای شبنم پاسداران، خوب آویخته بودی بر من نفسی را که هزار بار برکشیدم و هزار بار مهتاب بود، و گاف ها که دیگر خواب ها بودند آویخته به درختان، همین سایه ها ترکشان می زدند، آنگاه می افروختند و انتهای خیش را لذیذ و خوابالود می نگریستند و به غروب باز همان بودند عبوس و بخشاینده، دوستی را به دنبال می کشیدند و از مرده ستاره می شناختند بیدان. آره گاف ها نشانه بودند می گریم و باز ادامه می داریم. کسانی که هستن، من هرمز نازنین، آقای هرمز علیپور عزیز رو که جایگاه خاص خودش رو هم داره در شعر در کنارشون دیدم. کم کم هم شبیه نیمای نازنین همشون. از حمید کریمپور آریا آریاپور میشنویم. چی شده که نسل جدید حمید وقتی نگاه میکنی الان از جوانهای نازنین امروزی هستن که برمیگردن شعر هوشنگ رو میخونن، شعر بیژن الهی رو دنبال میکنن، شعر بهرام اردبیلی عزیز رو که چه زندگی بسیار بسیار پرماجرایی داشت، شعر احمد رضا احمدی رو اون زمان ها چندان خوانندهی نداشت، اون زمان ها برای اینکه مثلا بیشتر توجه باشه مقایسه میشد با شاعرهای اروپایی مثل هوشنگ رو خب بسیار از بابت های مقایسه کردن با رامبو، آرتور رامبو فرانسوی و بقیه. چه شده این اتفاق رو از پاریس که رصد میکنی به ما چه میگی؟ من تا اونجایی که میدونم یه دورهی بود از سال 40 تا 50 که دوره درخشان شعر فارسی هم بود، یک عده دنبال شعر متعهد بودن، این شعر متعهد جون مردم به لب رسون، یعنی جون همه شعرها رو به جوری به لب رسون. اینا من گفتن ما بریم دنبال شعر، خود شعر، بدون هیچ چیز، بدون اینکه چیزی سوار شعر باشه یا چیزی بر شعر تحمیل بشه. اینا رفتن به طرف شعر موجنه و حجم و شعر دیگر. البته به نظر من موجنه و حجم زیاد موفق نشد، همون دو دفتر شعر دیگر، دو دفتر شعر دیگر که شعرهای چالنگی و بهرام اردبیلی و چیز بیژن لایی و اینا توشون بودن، اونا خیلی موفق شدن. فیروز نازی فیروز نازی تو
فیروز عزیز توی اون جنگه نبود، ولی فیروز عزیز دو تا کتاب کرد، یکی سیرمان که من خیلی ازش خوشم میومد و یکی کتاب نام‌های بسیار. اگر اشتباه نکنم بله بفرمایید. نام‌های بسیار. بعدن اینا بعد از این فاجعه 22 بهمن 57 بعدن اینا جوونا متوجه شدن آقا ما باید بریم دنبال شعر دیگه، تعهد اجتماعی به این معنا، چون تعهد اجتماعی اگر به این معنا باشه که ما یک مسئله سیاسی اجتماعی رو به شکل نابا، به شکل نازیبا سوار شعر بکنیم، شعر رو از حقیقت خودش دور کردیم. چون همه شاعران کلاسیک مثلا حافظ، مولوی، نظامی، فردوسی، قیام، این 6 تا شاعر بزرگ، سعدی، اینا موضوعی رو بر شعر سوار نمی کردن، این موضوع خودش می اومد، خود موضوع یعنی فرم و محتوا با هم می اومد. این جوانای امروزی من تا اونجایی که فهمیدم اینا از این شعر تعهد جدا شدن، از این شعری که بار اجتماعی سیاسی به زور بهش می دادن، نه اینکه الان نداره، نه، شعر خود هوشنگ یه بخشی از شعر هوشنگ به شدت اجتماعیه. شاملو به خود هوشنگ میگه توی مسابقه که شاملو شعر منو در خوشه چاپ کرد چون بار اجتماعی داشت، خود هوشنگ میگه بار اجتماعی داشت اون موقع چاپش کرد. من فکر میکنم اینا به سطو اومدن از شعر تعهد و فلان بمان، رفتن ببینن چه خبره، شعر غیر سیاسی کدومه. مثلا را بدونی که بخوام بعدشو بگم، مثلا سیاوش کسایی یه چیزی شعر موضوع میگفت که بیشتر مقاله بودن. اینا دنبال شعر میگشتن جوانا، اومدن گفتن شعر کجا پیدا کنیم، یه دفعه بیدار شدن شعر توی شعر دیگر و شعر چالنگی و شعر بیجرایی اینا پیدا کردن. در حقیقت و به واقع آقا چالنگی شعر دیگر رو بچه های مچه سلیمان معرفی کردن، به خاطر اینکه شوشنگ رو چاپ کرده بود، شوشنگ هم بچه ها دوست داشتن، به خاطر این شعر دیگر رو نمیدونم براتون چطوری بگم، این شعر دیگر، دوتا شعر دیگر ما همش معرفی کردیم به اینو، یعنی ما بچه های مدرسه ما به خاطر عشقی که به هوشنگ داشتیم. بعد خود شعر دیگر ارزش داشت. من اینجا نوشتم چالنگی وقتی با موج نو و حجم هم کاری کرده بود، هم اینا رو تحت تاثیر قرار داده بود، هم چالنگیش اینا رو تحت تاثیر، من تاثیرش میتونم در بیارم اینجا نشون بدم ولی فکر کردم وقت نداریم. بله. این هم تاثیر برشون گذاشته بود، اینم بگم تمام کنم، هم تاثیر برشون گذاشته بود، همین که شعر چالنگی اصلا از یه جنم دیگه ای بود، به هیچ کدوم از اینا نمیخورد، خاص بود. بعد برای اون چیزی که من میبینم این شعر دیگر به هر حال جایگاه خودش رو به مرور باز کرده بود، در همونطور که اشاره کردی خب خواننده های بسیاری در میون بچه های همشهری ما داشت و این رو هم من بگم در مسجد سلیمان اکثرا در پی این بودن نسل ما، نسل پیشتر ما، نسل بعد از ما تا پیش از انقلاب هدفی در زندگی بود، کسی شدن، نه به معنی روزگار حتما، نمیدونم معیارهای مثلا امروزی، کسی شدن در عرصه فرهنگ، در عرصه ورزش، در عرصه تحصیلات، در عرصه های اینچنین خیلی بود، خیلی بود و این جستجوگری به وجود می اومد برای کسی شدن، به جایی رسیدن شاید بشه گفت. شعر دیگر رو من قضاوتی نمیخوام بکنم، کار کارشناسان شعره، در واقع کار هوشنگ یک جور نگاه دیگر هم به هستی هست، مقوله هستی، که این شاید یکی از جذابیت های شعر او هست و کسانی که آمدن شعر دیگر رو در آوردن خب به کار خیلی ساده نبود، به خصوص که اهل شعر نو هم در اون زمان خیلی ها مخالف این جریان تازه بودن. من به عنوان برادر شاعر، به قول مظفر رویایی عزیز، برادر یدالله رویایی، آقای آریاپور عزیز، ما با همدیگه خودمون همیشه برادر شاعر معرفی میکردیم، مظفر رویایی هر کجا که هست. شعری چند خطی رو میتونم بخونم؟ نه شما شاعران به برادر شاعرم اجازه میدید که؟ بله خواهش میکنم. بله بفرمون. این شهادت هست: به کردار ابری به بار اگر میباری، که سرود باران در منقار مرغی سرگردان است. سراسیمه سلام، اگر آنچه بر یال اسب می جنبد سپید دمان است.
با چشمان مسافری که از سالهای هیمه و گرگ می آید می نگرم، بلوطی را که اینک پلک می گشاید. خواب از نژادی دشمن است که تا دیده بر هم می نهم، عریان ترین خنجر را بر گلوی دوست می بینم. با پرنده می آویزم بدان گونه غم‌آلود که گریبان اولین ستاره را به گریه بگیرم. آمیزش صدایی را می شناسم در برنج زاری که آوای پرنده ایش می آراست و انارستانی که گریانی در آن بود. اکنون تنها شکوفه‌ای به شهادت کافی است که من همیشه گریان بودم. در حال حمید عزیز، اون چی که هست ببینید، این دلبستگی، یعنی این دلبستگی به طبیعت، وصف طبیعت، کشف طبیعت، همون گونه که طبیعت در خود آدمی هست، هم سنگی خود و طبیعت، طبیعت خود و طبیعت پیرامون، این رو من از بچگی در هوشنگ میدیدم. ساعت ها مثلا در باغچه که چه ارز کنم، باغچه کوچکی که داشتیم در خونه، ساعتها کار میکرد، خیلی مختصر، مثلا با دوستی که داشت، بهمن روان بخش، هم محلی از حمید عزیز میشنویم، از حمید عزیز میشنویم که چرا شعر معاصر ایران راه پیدا نمیکنه به عرصه شعر اروپا اونطور که باید، حال اینکه میبینیم کشورهای دیگه چنین نیستن، از مراکش بگیرید تا مصر و جای جای دیگه کشورهای آفریقایی. چه شده؟ سهل‌انگاری مترجمان هست، کسانی که حضور فعال دارن چه هست؟ عدم توجه عرصه به سرا وسیع‌تر شعر فرانسه. من واقعا نمیدونم چرا اینجوره، ولی یه چیزی میبینم مولانا وقتی ترجمه شده، شعر کلاسیک فارسی، مولانا وقتی ترجمه شده مثل ورق زر رفته، ولی نمیدونم چرا اینا به شعر معاصر فارسی نگاه نمیکنن، دقتی نمیکنن. یه چند تا شعر از شاملو ترجمه شده، چند تا شعر از سپری، چند تا شعر از اخوان، من اینا همه رو به فرانسه دارم، چند تا شعر از فروغ و یه عده دیگه ترجمه شده به فرانسه که بعدم نیستن، ولی چند تا شعر از اخوان، مثلا 10 تا شعر، 15 تا شعر از اخوان، مثلا 6 7 تا شعر از فروغ، به صورت یک جزوه هم در اومده کتاب. من نمیفهمم چرا اینا نمیشنن، مثلا سر شعر فروغ فرزاد، اخوان، شاملو، اینا هم شعرهای خوبی هستند، سهراب سپهری، اینا هم شعرهای بسیار خوبی هستند، چرا نمیشنن اینا رو ترجمه بکنن؟ من نفهمیدم، گفتم شاید، پیش خودم فکر کردم، شاید این بیگانگی زبان فارسی، چون اینا با زبان فارسی بیگانن، با زبان عربی آشناترن تا زبان فارسی، با زبان فارسی بیگانن، نتونستن به این جهان مدرن شعر فارسی، حتی شعر نیما رو چند تاش بیشتر ترجمه، من همه رو تو کتاب خونم دارم، هرچی ترجمه شده تو کتاب خونم دارم به فرانسه، ولی میبینم اونجور که باید شاید نیست. نفهمیدم، واقعا نمیفهمم چرا این اتفاق افتاد. خب شاید باید فعالیت های بیشتری داشت اونهایی که به این عرصه‌ها دسترسی دارن، فقط نه به خاطر که نیازمندن شعرهای ایرانی، نه، و اینکه آشنایی و وسعت بیشتری پیدا کنن علاقمندان به شعر در اروپا که هستن، فرانسه زبانها و بقیه، به کلمه روشنتر بهرمند بشن علاقمندانی که هستن، چون یه شعر مثل بسیاری موضوعات دیگه یک مقوله بین المللی هست از بابت انسان و علاقه های انسان. من گفتم که درباره هوشنگ گفتنی ها بسیار داریم و خیلی خیلی حساسیت های بسیار عزیزی داشت هوشنگ، بخشندگی بسیار زیادی داشت، و وسائلی مثلا تمام وسائلی که داشت در زمان سپاهی بودن که داشتن میرفتن با بیژن و بقیه، کسی که اونها رو داشت به روستاهاشون میبرد آواز خوشی داشت، شلیل میخوند از آوازهای بختیاری،
هرچی که داشت، دوشک و لحافی که داشت تا رسیدن به مقصد به اون داد. و خود بیژن این داستان رو تعریف برای من کرد که ناچار شدن لحاف دوشکشون برای مدتی یکی لحاف نداشت یکی دوش، یعنی خوششون اومد، یعنی دلنشینی اون آواز در اون طبیعتی که میرفتن و هرچه که داشت. امیدوارم روزی حمید عزیز اون مجموعه اون تحقیق و پژوهشی که راجع به مسجد سلیمان هست چاپ بشه، پیدا بشه و چاپ بشه. من یه داستان از اون رو بگم که این نگاه هوشنگ رو خیلی نشون میده. ما در شهر ما یادت هست، ما عجم یادت هست؟ نه نیست. نه عجم یادم. یادت هست؟ برادرم مرگش یادت هست که در همون برابر خونه ما بعد از ظهر فوت کرد؟ نه، پس من او عجم پشت برج میگم، من اشتباه کردم. ما عجم های زیادی لابد داشتیم در شهر ناگنه. یه عجمی تو پشت برج بود که عاشق فردوسی بود. خب نه کسی بخشی رو در این پژوهش هوشنگ اختصاص داده به کسانی که به هر حال به دلایل ناهنجاری داشتن از نظر ذهنی عقلی یا هر چیزی که میگن، و بسیار زیبا و محترم راجع به اونها گفته، از جمله عجم. عجم کارگر شرکت نفت بود، عاشق میشه، دختری رو که میخوان بهش نمیدن، دیوانه میشه به قول امروزی ها، چون این عاشقان رو میگن مجنون دیگه لابا، و همون کاری رو که میکرد انجام میده، یعنی همون کار کارگری که به این چاهای نفت باید سر میزد، پیچی رو صفر میکرد با اون وسیله‌ای که داشت، راه میافتاد و تفریح و کودکان مردم آزار هم این بود که کوکب بود اسم اون دختر، میگفتن کوکی به لوری و بختی داری، که عجم کوکی مرد و اون زار زار گریه می. یک روز بعد از ظهر تابستون، این از این به بعد روایت هوشنگ شروع میشه، بعد از ظهر تابستون هست که فریادی از محله ما، منازل کارگری شرکت نفت، بعد از ظهرهای داغ 50 درجه سانتیگراد، فریادی همه رو میاره بیرون و عجم بالای سیمهای برق هست، رفته اون بالا دستاشو گرفته به برق و فوت میکنه. وصف هوشنگ اینه که عجم روی این سیمهای برق که لخت بودن مثبت و منفی، گنجشک هایی می نشستن و کبوترهایی که از حوالی همون مسجد اونجا. گفته این پرسش رو مطرح میکنه، شاید چه کسی میداند که شاید عجم کوکی رو به شکل پرندهی بر سیمهای برق دیده بود. چقدر زیبا نیست این نگاه هوشنگ؟ این نگاه هوشنگ، این نگاه هوشنگ، همین بار که من کشیده. و چقدر زیباست توصیفی که میکنه در این پژوهش از این، و چه احترامی برای عشق و عجم. شعر هوشنگ و حضور هوشنگ که همیشه در دل همه ما خواهد بود. میشنم یه شعر دیگه است از همین مجموعه زنبور تنبر، پیش آتش. تنشو کفته بر این محور که میتابی، به پیش باز آتش های من سرخم میکنی. من از تو آگاهی نمیخواهم، با تو میآموزم ناتوان کردن تصویرهایم را. همچنان که مشت میبندیم و وهم شعله هامان را میافزاییم، همچنان که دور میشویم و شب من روشن از کرمی است، بر این آرامش که فرود میآید، بر خواب این آوان که با ناف گم شده میمیرند، و فراز همین رعشه ها که شکم شنگرف خیش مینگرند، رازداران ناپیدای من. پوستی تنگ که مطمئن میکند خالکوبی این جهان را، که من فرق بکوبم به آخرین هجوم زمین. آرامتر الماس های خفتم را بیدار میکند، ای جلای مطهور که به جای رود میدوی و میموی رود. سه قطعه است به نام بلود. چنان میزیم که بلود به زهر تابستان،
غرق دیدگان یادگار نیاگان، اما به هلکلل در این سایه خنک کنیم و دیدگان نیست. شرم ساری رنگ های غمین از من است وانهادن آثاریش گذشتگان، حتی در این سن که پیش شنگرف های کهن می سوزند و خودچنان می زیم که بلود به ظهر تابستان. قصد دوم، یکی از آنچه اگلیسوس می گوید بلود بقایت در خود دارد، چینچین این شنگرف می سوزد پس و پشت گوزن. شکارچیه به بو شفا یافته، شب به نزد هم بودیم و گاه که می گفت به دیدگان علوس می سوخ. بلوط از آنچه هرکلیسوس میگوید بقایت در خود دارد پس و پشت گوزن. قطع سوم، چوپان در شب اعلان حضور بلوط میکند و هر چوپان در شب پرنده است. بعد باید به صخره ها برویم، به سوی آب های بس عمیق و بس آبی. بله، شعرخوانی هوشنگ چند شعری که خون در گفتگو با خانم مهین قاسمی و شیرین قاسمی. حمید عزیز، از شما میشنویم آخرین دقیقه رو. آره، من میخواستم یه شعر از خود چارنگی بخونم. اینو فکر نه اینو شما نخوندید، یه شعری دیگه از چارنگی. این شعر مشهوریه، یعنی بیشتر بچه ها این از زلفقار را فرودا بر خواب این ابریشم که از افیلیا جز دهانی سرودخان نمانده است. در آن دم که دست لرزان بر سینه داری، این منم که عرابه خروشان را از مه گذر دادم. آواز روستایی است که شقیقه عصر را گلگون کرده است. به هنگامی که آستین خونین تو سنگ را از کف من می پراند. با قلبی دیگر بیا ای پشیمان، ای پشیمان، تا زخمهایم را به تو باز نمایم. من که اینک از شعارهای تازیانه قوم تو پیراهنی کبود به تن دارم. ای که دست لرزان بر سینه داری، بنگر اینک منم که شب را سوار بر گاو زرد به میدان می آورم. سپاس بسیار حمید عزیز. من رو به شما سپاس کردم، برنامه رو دیدم و توی شرکت کردم. دلم میخواست در مورد هوشنگ حرف بزنم، حرف زدم. و امیدواریم دیدارهای دیگه. امیدوارم شعر هوشنگ رو از زبان شاعر دیگه، شاعر هرشمند دیگری، حمید کریم پور شنیدید. زمان خاکسپاری و محل خاکسپاری هوشنگ ما، همه ما، اعلام خواهد شد از طریق رسانه‌های اینترنتی. سپاسی دوباره از طرف خانواده و فامیل، فرزندان و همسر و خواهر عزیزم و همه کسانمون. از شما عزیزان این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه شاعران و همه کسانی که انسان رو عرش مینهند و شعر رو در ستایش انسان و طبیعت و در جستجوی راز و کشف هستی پرداخته و رفتن. سپاس از همراهی شما، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز کوهساران زغرس تا راز و منگشت و البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.